به نام خداوند بخشنده مهربان، بخشنده مهربان، بخشنده مهربان. ایران مقتدر امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش‌های مستکبران روبروست، اما با تفاوتی کاملا معنادار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. ولأنه لم يفعل انا اؤكد لكم انه سوف يندم في المستقبل. و اگر آن روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است. و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق آید، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده ها دولت معاند یا مرعوب می‌بیند و البته باز هم در رویارویی شکست می‌خورد. ایران به برکت انقلاب اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ملت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنه‌های دشوار در مسائل اساسی خیش است. در این 40 سال دشمنان ما که مرکز قدرت مادی دنیا بودن با همه وجود آمدن در مقابل این انقلاب و این حرکت ایستادند و ضربه زدند و همه تلاششون رو به کار گرفتند. واقعا همه تلاششون رو، هر کاری میتونستن کردن. بعد از 40 سال اونا ضعیفتر از روز اولند، ما قویتر از روز اولیم، ما قویتر از روز اولیم. این نشون دهنده این است که اننی معکما، خدای متعال با ماست. اسمع و ارا، اننی معکما اسمع و ارا. اما یک شرط داره، شما با خدا باشید. خدا باشید. ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. این درس رو امام بزرگوار به ما داد، ما هم نمیفهمیدیم درست. ما هم اون روز درست عمق مسئله رو نمیفهمیدیم. اون بزرگوار خوب میفهمید. میگفت با خدا باشید و خودش با خدا بود. با خدا باشید و خودش با خدا بود.